سلام و درود بهت نمیدونم روز جمعه چجوری سپری شدم ما یه روز جمعه خیلی خوب رو برگزار کردم امیدوارم که لذت برده باشی و بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد اول از همه یه چند ثانیه ای از لایو روز جمعه رو میخوایم با همدیگه گوش بدیم در مورد aud -USD که منجر به دو تا معامله دو درصدی خوب شد برام این تیکه چند ثانیه ببینین چی میگم ایدی دیدین راجبش تحلیل کردم بعد رسید لحظه ای که ضعف بایرا رو تشخیص دادم AUD USD یه همین الان سریع یه دونه ناحیه اینجا بذارم یعنی میخوام ترید بکنم کاملا زخامت ببینیم چه جوری برمیگرده فعلا کندل دوم که قدرتش بیشتر شده اصلا قدرتش بیشتر نسبت به قبلی باید اجازه بدیم یه کندل دیگه بسته بشه دنبالش میکنم از این قشنگی تر وجود نداره به ضعف بایر این اولین معامله روزم بود و زیر پایین ترین جای کندل این اولین معامله ام بود رو AUD USD زیر پایین ترین جای این کندل اردرم رو گذاشتم معامله ای که خیلی سریع حرکت کرد و منم معامله رو خیلی با زیبایی بستم تمومش کردم و منتظر شدم تو همون معامله تو گروه به بچه ها دارم توضیح میدم که منتظر میشم فاز دوم AUDUSD رو بگیرم این خیلی مهمه که بدونیم بعد از یه حرکت نمیدونم الگو اولی رو میدونی یا نه یه دونه فالس بریک شکل گرفت این اولین معامله روز بود که خیلی خوشگلم انجام شد چرا؟ چون یه ناحیه داشتیم قیمت اومد ضعف بایرا این من ضعف بایرا رو تو لایف تشخیص دادم بعدش 15 دقیقه دیگه دوباره یه ضعف بایرای دیگه و بعدش ارده رو گذاشتم و قیمت تا ناحیه مقابل یک به و زد تموم شد به نظرم تموم شد منتظر فاز دوم شدیم فاز دوم اینجا بود وقتی که قیمت میرسه روی ناحیه من واکنش نشون میده و اینجا مجدد ضعف با رو تونستم تشخیص بدم قیمت فاصله هم داشت من زیر این اردر دومیمو رو گذاشتم تا کجا تا ناحیه پایینتر توی این کندل ببینیم با هم دیگه رو هم دارم براتون آماده کردم اینجا به همین راحتی معامله قبل از ست شدن توی گروه وی و در واقع حرکت معامله نگاه کنید به همین راحتی و یه معامله زیبا ته این شده برام خیلی مهم بود که حرکت کنه یه ذره اذیت کرد اومد پایین تر نگاه کنین دارم دونه به دونه کنترل میکنم چارتو و بعدش که اومد پایین ریجکت شده از اینجا دیگه فکر کردم که ریجکت شده تمام کارش و دیگه معامله رو بستم این لحظه یه. بسته شدن معامله دوم اما یه اتفاقی داشت میافتاد صادقانه بگم بعد دو تا معامله مثبتت احتمال حمله و اشتباه معامله سومت هست استراتژی نجاتم داد البته ذهنیتم دنبال یه معامله سومم میگشتم یه معامله نگاه کنین وقتی که من دو درصد این بالا سود کردم دو درصد این پایین سود کردم حرکت رو دارم میبینم ذهنیتم دیگه کم کم میره به سمت اینکه قیمت توانایی شاید شکست این حرکت هم داشته باشه یه سری پولبک هم اینجا دیدم یه سری پولبک که میتونست شبیه سناریو شماره چهار باشه یه اشتباهی کردم که میتونست منجر به خطا بشه اما خب خوشبختانه خوششانسی آوردم سیستم معاملاتی به همون کمک کرد که در واقع این معامله رو انجام ندیم چه جوری بود؟ خیلی راحت قیمت اومد حرکت کرد من اینجا زیر این سومین ارده رو میخواستم بذارم نگاه کنیم با هم دیگه قیمت اومد پایین حالا یه معامله نزدک هم اونجا داشتیم ریسک فری شد تموم شد رفت اما توضیح رو اینجا دادم به بچه ها ترید میکنین اینو خیلی از بچه ها گفتن نه نه استاپ نداره من ترجیح دادم اینجوری ترید کنم بسته شدن این کندله رو منتها دیدم خب جایی بعدی بسته شد دیگه سلر نیستم دیگه سلر نیستم اوردرم هم هز میکنم به همین راحتی بسته شدن این کندله رو که دیدم کاملا صرف نظر کردم از این تریده چون داره تو کف پندینگ اوردر گذاشتم پندینگ اوردرم رو میکنم یه خاصیته خیلی خوبی که این روزا میدونم بهت کمک میکنه به خطاهای زیادی که تو معامله گری بچه ها دارن خیلی صحبت کردیم یکی از این خطاها که خیلی اذیت میکنه بچه ها رو اینه که تو بازار دستی وارد میشن یعنی سعی میکنن اگه قیمت میخواد بیاد اینجا رو نگاه میکنن قیمت رسید یا هول و هوش اون بود میان دستی با یه سل میزنن کاری که ما سالهاست داریم تو پی انجام میدیم اینه که اونجا رو اگه میخوای بایر یا سلر باشی هر کدوم از این معاملات رو ما پندینگ اوردر میذاریم با ماشین حسابی که داریم با اسکریپتی که هست راحت رو کیبورد دو تا دکمه میزنم میذارم حتما تو قسمت اندیکاتورا دیدی اندیکاتوری هم داریم که همه اوردرها رو میتونه حذف کنه همونجوری که اندیکاتوری که همه تایم فریم ها رو میتونه تغییر بده همه تمپلیت ها رو تغییر بده ما از اینا خیلی من خودم شخصا خیلی استفاده میکنم 99 درصد معاملاتم هم پندینگ اردره نمیگم 100 درصد چون یه درصد میدونم یه جایی داره حرکت میکنه در واقع میتونم تو بازار سریع وارد بشم اما حقیقتش اینه که خیلی در واقع محتاط هستم تا اینکه بخوام ریسک پذیری معامله در حال حرکت معامله که شما بایوسل و با این دکمه نیوردر میزنی یعنی اینکه که خودتو میخوای بپذیری هر دیلی این خیلی مهمه هر دیلی که بروکر بهت میده رو بپذیری وقتی اینجا بایوسل داری میزنی یعنی همین اگه پندینگ اوردر بذاری از نوع حالا استاپ لیمیت که ما بیشتر استفاده میکنیم یا از در واقع پندینگ استاپ یا پندینگ لیمیت ما بیشتر پندینگ استاپ استفاده میکنیم اگه از پندینگ ها استفاده کنی چه اتفاقی میفته؟ تو فقط یه دیل داری و در صورت رسیدن قیمت به اون چیزی که میخوای معاملت فعال میشه این فرق معاملات حرفه‌ای جایی که میدونی کجاست میدونی کجا انتظارشو میکشی با جایی که ابزار معامله رو میدی در اختیار بروکر یه سوال دارم چند نفرتون تا حالا تو بازار اسلی پیچ خوردین چند نفرتون هفته پیش اسلی پیچ خوردین بروکرش هم فرقی نداره تو چه نوع معاملاتی بوده اغلب 99 درصد اسلی پیجا تو معاملات در واقع دستیه دستی خاصیت بدی هم داره اینه که به تو عادت میده یکی از اتفاقایی که این روزا میفته و خیلی سعی میکنم بچه ها کنترل بشه اینه که معاملگرها تو بازار که میان روزای اول چپ و راست ترید میکنن خب خیلی جاهای بدی هم ترید میکنن خود پندین در واقع این نیو اوردرا بهت آزادی عمل میده که اگه این اشتباه خیلی جالبه من اینو سوال هاس حذف کردم میدونی چرا پندینگ میذارم اینجا که بدونم اینجا نقطه ورود منه قیمت برسه اینجا وارد نشم برسه اینجا وارد نشم برسه اینجا وارد نشم اما معامله گرایی که با نیو اوردر کار میکنن قطعا اگه یه پیپم بیاد پایین دو پیپم بیاد سه پیپم بیاد میزنن معامله رو نهایتش اینه که تیپی رو یه ذره کمتر میگیرن یا استاپلاس رو کوچیک میکنن که وحشتناکتره این عادت باز کردن معاملات تعداد معاملات بالای بچه ها خیلی اذیتشون میکنه فکر میکنن تعداد معاملات میتونه سودشون بکنه اما واقعیت اینجوری نیست هر چقدر توی بازار معاملات بیشتری داشته باشی بیشتر سرمایه گذاری کنی بیشتر از بیشتر از بیشتر درصد پولی که داری درگیر باشه ریسکای بیشتری داری تحمل میکنی اینو واقعیتی که بپذیرین دیر یا زود باید بپذیری که بایوسل سل زدن تو این حالت کندل خیلی خوب نیست باید یه نقطه یا داشته باشی تو استراتژی پی تی ای ما دقیقا اون خطر میدیم میگم آقا اگه شما پی تی رو دیده باشی میدونی این بالا داره فالس از نظر من شکل میگیره میدونی نقطه ورودم کجاست راجب طلا یه روز عجیب و غریبی بود که طلا رو میخوام یه ویدیو جالب براش بسازم ادامه این ویدیو یه بخش دوم داره چون طولانی میشه نمیذارم چارت تلا رو بهت نشون میدم در ادامه روز دی امروز در واقع جمعه البته میشه فردا به زمان شما این ویدیو بیاد این معاملات طلا رو انجام دادم دونه دونه تو ویدیوی بعدی تو معاملات طلا میرم ها رو میگم تغییرات رو میگم و میگم چرا لذت بردم از معاملات تلا اما نگاه کنین اغلب معاملاتی که جمعه انجام دادم معاملات خوبی بود معاملاتی بود که دیدم فشار درست و فقط برای اینکه اشاره بکنم طلا این معامله رو خیلی دوست داشتم که حتما با هم همراه باش ویدیو بعدی در مورد معامله طلا چون 4 5 تا معامله از طولانی تر میشه سعی کردم فارکسی که AUD usd باشه و طلا رو جدا کنم یه نکته کوتاهی هیچ فرقی نداره تو چه بازاری داری کار میکنی اگه میبینی من طلا رو مثال میزنم برای آشنایی تا اگه فارکس داری کار میکنی کریپتو داری کار میکنی هر بازاری که هست این فرمیشن ها چارتا و در واقع ساختارا رو میتونی پیدا بکنی پس نیازی نیست از هفته آینده بری رو تلار یا روی AUD USD فقط کافیه به نظر من بهترین توصیه که بهت میکنم اینه که لایوای صوبا در کنارم باشی خیلی وقتا یه دونه حرکت دو تا حرکت رو از شکلگیری داریم میبینیم و در ادامه ای روز میتونی اجرایش بکنی لایوا رو از دست ندین میدونم همیشه لایوا کمترینه چون اون لحظه ای که ما میشینیم پشت چارت حرف کسی رو قبول نداریم اما ماهاست داره برگزار میشه میدونم بچههایی که تو لایوا بودن هر روز نتایجشون رو میفرستن اصلا عمل کرده و فوق العاده تغییر کرده پس ازت دعوت میکنم اگه فرصت داری ابتدای بازار روزای سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه بام هم همراه باش بازار رو لایو میریم چارت سلکشن داریم و امیدوارم که هر روز یه چارت خوشگل مثل ایدی و استی باشه که بچه ها اینقدر انرژی میدن و انرژی بگیرم ازتون امیدوارم که هر جا هستی سالم باشی منتظر معامله طلا هم باشی